به نام خدا، آبنیکی هستم، مدرس دروس شبکه و امنیت. خب در ادامه آموزش هایی که مربوط به بحث طراحی شبکه و انواع حالا شبکه های لن و طراحی شبکه های نسل جدید یا بحث دیتا سنتر، یه قسمتی یادتون باشه مربوط بود به بحث سیستم عامل های دیوایس ها و سویچ های ترادیشنال یا همون سویچ هایی که نسل قدیم بودن و سویچ های نسل دیتا سنتری. خب این قسمت رو خواستم به عنوان یک کلیپ مجزا ضبط کنم که هم جدا باشه از اون کلیپ قبلی که حالا حوصله‌تون سر نره و همین که بتونیم حالا زوم بیشتری بکنیم به این مباحث. خب همونجوری که از سایت سیسکو شما میبینید، کلا سیسکو از حالا تاریخ تقریبا حالا بگیم 40 50 ساله‌ای که از 1980 خورده‌ای تا الان عمر حالا این کمپانی و دیوایس‌هاش هستش، نسل‌های مختلفی از سیستم عاملاش داده. کلا سیستم‌های اولیه‌اش مبتنی بر آی او اس بودن و سیستم‌های کلا جدید دادن، برای جدید منظور از سال حالا 2010 به این ور، سیستم‌های نسل انیکس او اس هستش. یه حالا مرور خیلی سریع بکنیم و بعد بریم سراغ اون چیزی که حالا مد نظر من هستش که حالا بتونم تو یه کلیپ یا دو تا کلیپ بررسی کنم که حالا براتون جالب باشه. بس اول اینه که تو تاریخچه سیستم عامل سیسکو تا الان طبق این حالا پیج خود سیسکو 4 تا دسته یا 4 تا خانواده از سیستم عاملا سیسکو تا الان ریلیز کرده. سیستم عاملای نسل آی او اس که دقیقا نسل اولیه بودن، سیستم عاملای نسل آی او اس ایکس آر، نسل آی او اس ایکس ای و جدیدترین نسلشون ان ایکس او اس. خب اینا چه فرقی با هم دارن؟ همونجور که تو سایت سیسکو خودتون میبینید این 4 دسته رو خیلی خلاصه اینجا دسته‌بندی کرده، بعد الان داخل هر کدوم لینک ها ببینید به صورت خیلی جالب و گسترده گفته. خیلی خلاصه بخوام بگم آی او اس نسل سیستم عامل های سویچ ها و روترهای اولیه سیسکو بودن که الان تا تقریبا سویچ های جدید، حالا جدید که نه، حالا سویچ های بروز، حالا کتلیست سری 6000 و یا فکر کنم سری 9000ش هم از آی او اس داشتن پیروی میکردن. سیستم عاملش خود کمپانی سیسکو بود، یعنی اوپن سورس نیست، کاملا حالا اون بر اساس هر نسخه که حالا برای سویچ ها و روترا ریلیز میکردن یه سری قابلیت هایی داشتن که مثلا رو سویچ ها یه سری قابلیت، رو روترا یه سری قابلیت، یه سری قابلیت ها مشترک بودن، اما کلا مبتنی بودن بر اون مباحثی که خود سیسکو داره تو دوره هاش میگه، یا کلا مواردی که به صورت اوپن سورس نبودن، یعنی همون چیزی که داخل خود سیستم عامل هست چیز قابل افزودن، یا حالا بحث های پشتیبانی از API و بحث های حالا مجازی سازی و حالا بعض سرویس هایی که مبتنی بر حالا لینوکس و پایتون هستن کلا اینا رو کلا ساپورت نمی کنن و کلا میگن سیستم عامل نسل حالا قدیم یا ترادیشنالی کلا هستش. حالا تو این لینک فکر کنم آخرین نسخه این سیستم عامل های iOS رو فکر کنم نسخه 15 باشه اگر بتونم پیدا بکنم، حالا فکر کنم نسخه 15 هستش آخرین نسخه که حالا داده و تقریبا قابلیتاش یعنی مثلا محدود هست به همون قابلیت هایی که داخل خود سیستم عامله، یعنی چیزی نمیشه از حالا قابلیت اوپن سورسی استفاده کرد و حالا تکنولوژی هایی که حالا مبتنی بر مواس بروزه توش وجود نداره. سیستم عامل نسل آی او اس ایکس آر همونجوری که مثلا خود سیسکو تو سایتش گفته بیشتر مبتنی بر تکنولوژی هستش که توی حالا دیوایس ها و مخصوصا روترها و تجهیزات سرویس پرووایدرها و آی اس پی ها هستش. معمولا مثلا یه سری پروتکل خاصی که بار سنگینی دارن یا خیلی با لینک های پر سرعت حالا ون یا تکنولوژی های مبتنی بر حالا اس دی اچ یا مثلا ام پی ال اس یا
تکنولوژی های حالا VPLS کلن با این تکنولوژی ها میخوان کار کنن. این سیستم حالا به صورت انحصاری و خیلی جالب برای این تجهیزات درست شده، یعنی XR بیشتر برای این تجهیزات درست شده، بیشتر تو ون استفاده میشه و بازم کماکان زیاد قابلیت های مبتنی بر شبکه های SDN یا شبکه های API بیس ندارن. حالا یکم فقط بحث انعطاف پذیری رو برنامه‌ریزیشون و کانفیگشون مطرح هستش. اولین سیستم عاملایی که حالا سیسکو میتونم بگم تو حالا دهه اخیر یا چند سال اخیر برای تجهیزات سرویس پرووایدری به صورت هوشمند و مبتنی بر سیستم ریلیز کرد یا درست کرد که رو روترهای سرویس پرووایدرها با قابلیت های کلا SD-WAN میتونه کانفیگ بشه یا بحث اوتومیشن و مخصوصا خیلی خوب میتونه ساپورت کنه و مثلا دیتا پلین و کنترل پلین جدای تو سیستم عامل قابلیت پیاده سازیش هست. سیستم عامل نسل iOS XE که این XE توی حالا مخصوصا بحث مثلا تکنولوژی هایی که توی اوتومیشن ون هستش که با SD-WAN حالا مطرح هستش از این سیستم عامل استفاده میشه. که البته این iOS XE نسخه های مختلفی داره که معمولا اینا رو تجهیزات میگم بیشتر سرویس پرووایدر یا و بحث روترهای سیسکو استفاده میشه که حالا این تو حالا این لینک هم میتونید ببینید دستایی که مثلا روترهای سری حالا NCS 540 560 و سری 5500 8000 و ASRش الان تو دوره های سرویس پرووایدری اتوماسیون از این ASR 9000 خیلی استفاده میشن این سیستم ها و که روی این سخت افزار ها کلن نصب من. حالا اینا تو دوره های تخصصی سرویس پرووایدری حالا CCNP میتونید رو یاد بگیرید، ولی کلن XR تمرکزش رو این مباحث هستش که تو بحث های سرویس پرووایدری تو لایه حالا اج و کور روترها از استفاده میشه. البته حالا تو ایران فکر نکنم به صورت حالا زیر بار فعلا قرار نگرفتن، فعلا هنوز دارن شبکه های سرویس پرووایدری فعلا حالا تا اونجوری که من اطلاع دارم همون بحث روترهای سنتی سری مثلا 7200 و مبتنی بر iOS داره کار میکنه. اما خب میگم شرکت ها و آموزشگاه مخصوصا تو بحث iOS XE دارن خوب هم فعالیت میکنه، هم دوره ها و لابراتوارهای خیلی پیشرفته میذارن که حالا کارشناسا رو آشنا کنن با این داستان. و اما اون چیزی که هدف اصلی من از این کلیپ قسمت اولش هستش بحث NXOS. میتونم بگم NXOS تا کامل ترین سیستم عامل محصولات سیسکو توی بحث مدیریت و پیکربندی و کلن طراحی شبکه های جدید ریلیز شده این بحث NXOS. همین NXش دقیقا داستان مشخص میکنه کجا بیشتر استفاده میشه. NX بحث های همون سویچ هایی هستش که تو مدل طراحی های دیتا سنتری و نکسوس بیس داره استفاده میشه که قابلیت هایی که داره رو من رو این میخوام خیلی زوم کنم براتون زوم انجام بدم. سیستم عامل سویچ های نکسوس همونجوری که قبلنم تو یک کلیپ مجزا گفتم قابلیت های خیلی جالبی داره که شما دقیقا میتونید شبکه هایی که چندین نوع پروتکل توش استفاده میشه مثلا پروتکل های استوریج بیس، پروتکل های دیتا بیس، بعد بحث اصلا خود طراحی شبکه اون طراحی حالا اسپاین اند لیف و مدل های جدید طراحی که مبتنی بر API و اتوماسیون و SDN هست کامل با این سیستم عامل میتونید حتی با سخت افزارهایی که این سیستم عامل روشون نصب است کامل ساپورت کنه و استفاده کنید. البته این سیستم عامل iOS XE هم اینجا لینکش رو میتونید ببینید که حالا کجا استفاده میشه رو چه محصولاتی، که من اینو فقط سریع رد شدم دیگه میگم اکثرا ببینید. البته رو اینجا گفته کاتالیست 9600 هم سیستم عامل iOS XE روش نصب، پس اینم میتونید تو این نوع خاص کاتالیست اتوماسیون استفاده کنید و بیشتر میگم را ببینید سری ASR هستش. حالا ما اینجا رو رد میشیم. قسمت NXOS چه قابلیت جالبی داره؟ همونجوری که تو دورهای دیتا سنتر سیسکو مخصوصا دوره CCNA و CCNP که الان جدیدن ریلیز شده
شما میخونید و حالا یا قبلا خوندید، یه سری پروتکل های خاص هستن که جهت انعطاف پذیری و کلا مدیریت ساده تر دیتا سنترهایی که مثلا با اسکیل خیلی بزرگ، مثلا 8000 تا مثلا وی ام یا مثلا 400 تا سرور که تو مثلا فرض کنید 50 تا 60 تا رک هستن، این مدیریتشون با اون پلن میخوام مطرح بشن، یه سری پروتکل ها کلا برای این نوع دیتا سنتر ها طراحی شده که تو سیستم عامل NXOS به صورت خاص شما با اینا کار میکنید. چه برای پروتکل خاصی؟ پروتکل های حالا VXLAN که یه محفظ جدیدی تو بحث های طراحی LAN و بحث های حالا مدت داینامیک شبکه است. بحث پروتکل VXLAN EVPN که بازم برای شبکه هایی هستش که دیتا سنتر ها مثلا فکر چندین مشتری یا حالا مستجر، چه میدونم حالا اصطلاحی که فارسی هستش که به تننت معروفه، تو این شبکه مالتی تننت شما میتونید از این بحث VXLAN EVPN حالا بهره بگیرید که بتونید شبکه ها رو با مدیریت چندین حالا مشتری که هر مشتری هم ویلن خاص خودشو داره، اینو بتونن توی شبکه خیلی بزرگ دیتا سنتری کار کنن که این سویچ NXOS به شدت قابلیت رو دارد. البته میگم NXOS در کنار این قابلیت هایی که تو کلیپ قبلی گفتم مثل پشتیبانی از پروتکل های حالا استوریج، پروتکل های حالا FCOE، پروتکل های حالا که قبلا تو اسلاید قبلی گفتم، در کنار اون این قابلیت جدید هم داره. به غیر از این کلا سیستم NXOS که اگه توی کلیپ مجزا من مرحله حالا نصب این سیستم عامل هم تو شبیه ساز ایو هم میگم، این مبتنی بر لینوکس هستش که به شدت هم تو سرعت تاثیر داره، هم به شدت انعطاف پذیری بالایی داره، هم تو امنیتش و مخصوصا تو بحث حالا مراحل بوت شدن، بحث بوت سکیور و اینی که کلا قابل اطمینان تر است نسبت به سیستم عامل iOSی که اوپن سورس نبودن. و یک قابلیت خیلی جالبی که این NXOS داره، شما مستقیم توش میتونید از پایتون استفاده کنید، مثلا انگار توش پایتون نصبه از قبل. حالا من تو محل پیاده سازی نشون میدم، شما قشنگ میتونید با دستور پایتون وارد بشید، کد نویسی کنید، یه چیزی رو اجرا بکنید. در کنار همه این قابلیت ها شما مستقیم میتونید از قابلیت اتوماسیون استفاده کنید. اتوماسیون به چه منظور؟ به منظور اینه که شما مثلا از تو شبکه حالا چه دیتا سنتر چه شبکه لن یه مرکز فرماندهی داشته باشید یا یه حالا نتورک کنترلر داشته باشید با محصولات مثلا مثل مثلا سیسکو ای پی آی یا همون ای پی که سیسکو کلا وب بیس هستش. دقیقا شما کل سویچ ها رو به صورت متمرکز هم توپولوژیشون رو تعیین کنید، هم مثلا یه چند تا ویلن بسازید یا مثلا روتینگ رو عوض کنید، کلا از یه جا مرکز فرماندهی باشه. خب اونا برای اتصال با سویچ ها به یه سری ای پی آی احتیاج دارن یا یه سری حالا قابلیت هایی که تو این سویچ ها باید باشه که الان این غالبا تو سویچ های دسته حالا اون iOS XE هستن و به صورت خیلی خاص تو این NXOS هستن که تو شبکه های جدید و نسل جدید مدیریت شبکه ها به شدت این NXOS نقش جالبی داره ایفا میکنه. حالا چه قابلیت های این NXOS به صورت خیلی خاص با سیستم های نسل قدیم داره، حالا با اون سیستم هایی که ما داریم کار میکنیم تا الان داره، مثلا مبتنی بر حالا سویچ های کتلیست حالا iOS بیک که غالبا میگم تو اکثرش بیشتر شبکه های ایران حالا 60-70 شبکه ایران دارن هنوز از iOS استفاده میکنن. چه فرقی داره که الان ما را ترغیب میکنه به سمت این NXOS که بریم یاد بگیریم یا اصلا دقیقه نصب کنیم یه لبراتوار خونگی داشته باشیم؟ من اینو به صورت یه اسلاید از قبل آماده کردم که خواستم اینو بگم. حالا در کنار اون تفاوتایی که iOS تا نسل جدید داره، حالا من این تفاوت رو قبلا دیگه رد میشم میگذرم. NXOS کلا تو حدودن 3 دسته از محصولات سیسکو استفاده میشه. دسته اول سویچ های حالا نکسوزی که حالا سویچ های نکسوز هم دسته های زیاد داره، 2000 داره یا 2K 3K بعد مثلا 5K 7K و فکر کنم 9K هم داشته که حالا تو سایت سیسکو بزنید قشنگ اینا میاد، چیز
خواسته نیست. و سویچ های اختصاصی که برای بحث استوریج یا حالا MDS میگن، و تجهیزاتی که برای حالا یونیفاید کردن یا بحث متحد شکل کردن یا متمرکز کردن تجهیزات دیتا سنتر که حالا UCS هست، که خود UCS یه مبات خیلی حالا بزرگیه. کلا تو سه دسته از تجهیزات سیسکو معمولا استفاده میشه. خب اینا رد بشین، من خیلی البته اینجا گفته دیگه، تو این اسلاید بعدی گفته که تو نکسوس سری 5000، نمیدونم 7000، 4000، 3000، 2000 و 1000 وی، که 1000 وی ویرچواله، یعنی شما باید اینو مجازی نصب میکنن تو دیتا سنترها، تو حالا مطالعات مثلا هایپر وی یا وی ام ور نصب میشه به عنوان یه سویچ مجازی در نظر گرفته میشه. ما فعلا کارو نداریم. ام دی اس هم که گفتم تو این محصولات، یو سی اس هم تو محصولاتی که حالا تو دیتا سنترها استفاده میشه. خب تفاوتاش من الان مد نظرم از در ادامه سریع بگم. ببینید تفاوتای خیلی جالبی داره. اولی که تمام، یعنی اکثر قابلیتایی که آی او اس داره از نظر مثلا بحث مدیریت پروتکلای حالا روتینگ و سویچینگ، تمام اینا رو تو ان ایکس او اس شما دارین، به اضافه اینی که شما میتونید قابلیت‌ها و کانفیگای شبکه‌های مبتنی بر سن که اون بحث استوریج هم اینجا داشته داره، مثلا کامندای که برای شما اضافه کردن یه پورتی رو مثلا میخواین که وصله به یه سن سروره، قشنگ میتونید اینجا اون پورت رو عضو اون حالا سن کنید. بس حالا پورت تایپ هایی که مربوط به بحث استوریج هستش میتونید داشته باشینش. و در کنار قابلیتی که نسبت به آی او اس داره، اینجا یه تکنیک خاصی سیسکو استفاده کرده، یکم کاستومایز کرده. از چه لحاظ؟ مثلا تو ان ایکس او اس شما دیگه سه تا مود ندارید، این وقت وارد حالا سیستم عامل میشید دیگه مثلا مود یوزر رو ندارید، که البته خود سیسکو تو سالیان سال فهمید که اصلا مود یوزر مود چیز چرتی بوده که تو آی او اس قبلی گذاشته، کاربرد خاصی هم نداره اصلا یوزر مود، دستورات اولی مثل پینگ و تلنت و این حالا چیزا رو ساپورت میکنه، اصلا کاری نمیشه باش کرد، یعنی اصلا یه چیز اضافی بوده. اینو تو ان ایکس او اس اصلا ماده حذف کرده، یعنی شما تو ان ایکس او اس مستقیم میاد تو محیط حالا انیبل مود یا حالا اکزیکیوت مود که قبلا تو این دستورات اولیه برای بکاپ و نمیدونم شو آ و واسای مربوط به تروبل شوتینگ و چیزای اولیه سیسکو بود دقیقاً وارد اکزیکیوت مود میشیم. و مود دوم هم کماکان داره، مود کانفیگ مود که حالا دقیقاً همون قابلیت داره داره و حالا یه سیستم بیشتر، یعنی کلا تو ان ایکس او اس شما دو تا مود دارید، یعنی یوزر مود کلا ندارید، اگز مود دارید و کانفیگ مود. و قابلیت بعدی که تو سیستم مال ان ایکس او اس هست اینکه سیستم مالشون تمام قابلیت های مالتی لایر سویچ رو ساپورت میکنن، یعنی دیگه مثلا آی اس او سیسکو نیستش که مثلا یه سری آی اس او مثلا فقط لایه 2 ساپورت کنن، یه سری لایه 3 و مثلا مالتی لایر، کلا اینا مالتی لایری ان، یعنی ان ایکس او اس اکثرا مالتی لایر ساپورت میکنه. و یه چیز جالبی که وجود داره، من تو اسلاید ببینم کجا اینجا گفته، اگه نگفته خودم بگم، توی به شدت از نظر بحث کاستومایز کردن و پرفورمنس منابع سخت افزاری به ویژه سی پی یو و رم تو ان ایکس او اس اومده خلاقیت سیسکو به خرج داره. خب به چه صورت؟ به صورتی که تمام پروتکل‌ها و سرویس‌ها مثل آی او اس روز اول اصلا میتونم بگم نصب نیست. یعنی چی نصب نیست؟ مثلا شما تو سیسکو تو آی او اس مثلا پروتکل او اس پی اف ریپ اینا به صورت اولیه نصبه، شما فقط انیبلش میکنید و مثلا کانفیگش میکنید. یا مثلا بحث ویلن، اینترفیس ویلن، نمیدونم بحثای حالا پروتکلای پیشرفته تر، بحث مثلا نت، اینا کلا روز اول همه تو آی او اس نصبه، یعنی مثلا شما نمیبینید که نصبش کنید، اینا فقط شما انیبلش میکنید و کانفیگش میکنید. خب اینا به صورت پیشورد چون وجود داره تو آی او اس، یه بار اولیه یا حالا فضای اولیه یه هم تو رم انگار اشغال میکنن، هم تو سی پی یو مثلا انگار تاثیر دارن، اما تو سیسکو اینا به عنوان فیچر مطرح آی او اس تو ببخشید ان ایکس او اس. و شما با کامندای که الان تو دورای سی سی حالا ان ای و سی سی ان پی دیتا سنتر یاد میگینی که من نمونه شو اگه بتونم نشونتون بدم، آره با قابلیت مثلا با کامند فیچر، با کامند فیچر که توی مثلا من این نمونه تکسم برای دوره یا دیتا سنتر هستش که برای خودم درست کردم، مثلا با قابلیت فیچر مثلا ERGRP رو فعال میکنید. حالا اولش هم مثلا بخواه بینید کلن چه فیچرهایی نصب روی این سویچ یا کلن چه چیزهایی چه میدونم
دیزیبله یا انیبله کلا با شو فیچر اول نگاه میکنه، که روز اول اصلا تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم از سرویس ها و پروتکل اصلی اصلا فعال انگار نیست. انگار شما مثلا دستور مثلا روتر مثلا بی جی پی یا روتر او اس پی اف رو میخواین بده یا نت کانفیگ کنی یا مثلا اینترفیس وی لن درست کنی، اصلا هی دستور ارور میده. به خاطر این میگم اینا پیش‌فرض فعال نیستن. خب این به شدت این خلاقات سیسکو تو منابع سخت افزاری به ویژه بحث رم و سی پی یو و به صورت خاص امنیت کلا این تجهیزات رو ببره بالا، چون مثلا وقتی یه فیچر فعال نباشه، اگه آسیب پذیری هم تون حالا فیچر یا محصول سیسکو باشه، خب اصلا اتک نمیشه دیگه. چرا شما مثلا اصلا فکر کن او اس پی اف اصلا نصب نیست که شما کسی بخواد اتکی رو اون سرویس بکنه. یعنی منظور اون چیزی که خودتون دوست دارید رو باید فعال کنید، این فیچر رو باید فعال کنید. که حالا این یه داستان جالبی داره که حالا تو دورای دیتا سنتری میگن که تو هر سویچ نکسوس یا تو هر نسخه انیکس، چون انیکس اویس هم نسخه داره، مثلا نسخه خاصش مثلا شما نصب میکنید تو بعضی از سویچ ها، مثلا نسخه مثلا 4شه، بعضیش 5شه، بعضیش 6شه، بعضیش حتی مثلا تو این سری 9000 که ما تو لابراتوار کلیپ بعدی یا تو چیز بعدی میخوام اگر ادامه دار باشه این بگم، مثلا نسخه 7ش هم هست، خیلی بیشتری داره. پس اولین داستانی که همه چی فعال نیست، داستان حالا بعدی که اینجا میشه بهش اشاره کرد که خیلی به شدت جالبه، بحث چک پوینت گرفتنه. چک پوینت یعنی چی؟ چک پوینت دقیقاً یه چیز جالب، شما چجوری تو وی ام ور مثلا توی حالا چه ورک استیشن چه اون بحث ES6ش مثلا از یه سرور با یه سیستم عامل مثلا اسنپ شات میگیری، بعد 6 ماه بعد خراب شد برش میگردین دوباره به همون تاریخ. دقیقا برای اولین بار میتونم بگم سیسکو این خلاقیت رو به خرج داد. میتونید از کانفیگا و یه سری از مواردی که براتون الان مورد نظرتون هست درست داره کار میکنه اسنپ شات بگیرین. حالا اینجا بهش میگه چک پوینت. بعد به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ شما تا 2 ماه 3 ماه بعد یا چند وقت بعد به مشکلی برخو شبکه رفت زیر سوال اتک شده این حرفا، بعد اینکه کلی بخواید بکاپ ریکاوری کنید برش میگردین به همون حالت که مثلا رول بک. حالا که البته میگم اینا تو دوره سیسکو CCNA و CCNA سنتر تدریس میشه که حالا ما فعلا کاری باشن این. فقط این قابلیت میخوام بگم مثلا این تو سیستم اول آی او سی اصلا وجود نداشت. بحث جالبی که حالا به عنوان در ادامه مباحث میخوام بگم بحث کانفیگ اصلا ایناست. یعنی شما میتونید سیستم اول آی او اس و ان ایکس او اس رو اینجا مقایسه کنید. به چه صورت؟ ان ایکس او اس کلن حالتهای بیشتری برای کانفیگ داره، برای دسترسی به محیط حالا اون ترمینالش، به غیر از اینی که تمام اون راههایی که حالا آی او اس داره مثل بحث کنسول، پورت کنسول و بحث آکسلری که تو بحث بعضی روتر، یعنی اکثر روترها هستش، روتر سیسکو آی او سی بود و بعضی مدل خاص، بعد و بحث پروتکل تلنت و اس اس اچ و اس ان ام پی توی NXOS به غیر از این راه ها که وجود داره، دو تا راه جالبی هم وجود داره. یه راه پورت و حالا MGMT کلا منیجمنت ترمیناله که دقیقا مثل اگه دیده باشین تو تجهیزات امنیتی سیسکو این پورت یا این چیز وجود داره، مثلا فرض کن فایروالا و مخصوصا تو مثلا برندای یادتون باشه یا دیده باشید توی مثلا برندهای مثلا فورتینت، مثلا سریای 60E و سریای 1000 و 2000 ها، سریای بالاتر، کلا تو اون تجهیزات امنیتی چنین پورتی وجود داره که میتونید با این پورت کانفیگ کنید و حتی آی پی بدید که مثلا حتی این آی پی هم فقط برای منیجمنت، این آی پی میتونه وجود تو شبکه نظر بحث‌های ترافیکی و روتینگ زیاد کاری نمی‌کنه، فقط برای منیجمنت. اما میگم اینا هم توی سیسکو توی NXOS وارد کردن، شما میتونید از این راه هم یه پورتی رو کانفیگ کنی، حتی بحث یعنی مثل دسترسی اصلا بهش پیدا بکنید در طریق به اصطلاح شبکه. و یه راه دیگه که البته تو همه نکسوزا نیست که تو این سری 7000 کلا با قابلیت سوپ 1، یعنی این سوپ 1 توی اون نکسوز اون سخت افزار باید وجود داشته باشه، بحث CMPه. کلاس CMP هم خیلی جای جالبی هستش که یک راه حالا جایگزین هستش مخصوصا برای خیلی از موارد که شما تو تجهیزات نکسوس اصیل قابلیت جالبی رو میخواین
پروتکلای رو کانفیگ کنید، میتونید از این طریق هم متصل بشید و اون دیوایس رو کانفیگ کنید که الان من در ادامه فقط اینجا خواستم اشاره کنم. و خیلی جالب قابلیت بعدی که تو این سیستم عامل وجود داره، شما مثلا میتونید ویرچوال دی سی درست کنید. ویرچوال دی سی یعنی چی؟ یعنی دقیقاً یه سویچ مثلا چیزو سیسکو رو سری نکسوس رو مثلا بکنید لوجیکال 4 تا، بعد دقیقاً 4 تا مجزان، 4 تا مجزا از چه؟ از بابت اینکه 4 تا اصلا انگار سی پی یو رم و ایناشون کاملا مجزا، این کاملا اصلا بحث ویرچوالایزیشن انگار اتفاق تو سویچ میفته، که این از قابلیت‌های جالبی هستش که خودت نکس تو سیستم عامل اصلا گنجونده شده. یعنی تو اینکس او اس شما با خود کامند اصلا این رو باید جدا بکنید، این بسید یا به اصلا وی دی سی بسازید، حالا چند تا وی دی سی میتونید بسازید و اینا حالا به کنار. میخوام بگم اصلا تو آی او اس چنین شعوری اصلا نداشته. بحث های دیگه اش که ما فعلا اینجا نمیرسیم بگیم زیادم اینجا جالب نیست. آخرین بحث که میتونم اینجا قسمتتون بگم قبل از اینکه حالا این قسمت تموم کنیم، بس موداست یا پریویلیجن حالا لولاست. خب این یه داستان چیه؟ توی آی او اس ها فقط شما بس سطح دسترسی و سطح ارتقایتون محدود بود، یعنی مثلا شما زیاد نمیتونستید مثلا برای به سیستم عامل زیاد مود تعیین کنیم، یا مثلا یه نفر با یه پسوردی فقط بتونه یه سری کارا بکنه. اگر هم می‌خواستید کلی باید کامند می‌زدید، مثلا پریویلیج تعیین می‌کردی، نمیدونم فرض کنید می‌گفتین اگر این یوزر با این پریویلیج بود نمیدونم این کارا رو بتونه بکنه، این دستور بیاد این دستور نیاد. اما جالبه اینکه توی اینکس او اس اصلا کلا اینو عوض کرده، خیلی جالبش کرده، جالب به صورت اینکه شما میتونید مثلا این سطح دسترسیاتونو همون روز اول، ببینم اینجا گفته که من بگم، شما کلا مثلا مود اپراتور داره، مثلا مود اپراتور داره، بعد مود یه مود داره که شما تو مود فقط کاربر میتونه مواردی از دسترسی رو فقط یعنی ببینه، یعنی نمیتونه هیچ تغییری بذاره. آن که البته اینجا گفته و اینجا تو این استاد مثلا گفته نتورک ادمین داریم، یعنی مثلا میتونین برای یوزراتون نقش تعریف کنین، یعنی یوزر نتورک ادمین دقیقا میشه ادمین کل این سیستم عاملا. نتورک اپراتور داره که یک حالتی مثل کاربر اون سویچ، کاربر مثلا عادی که همه کار نمیتونه بکنه. بعد وی دی سی ادمین داره که این وی دی سی ادمین بیشتر برای کانفیگ همون ویرچوال به اصطلاح تعریف سویچ مجازی هستش که اون ادمین اون، یعنی میتونه این کارا رو بکنه. وی دی سی اپراتور داره که دقیقاً مثل اینکه طرف بتونه تنظیمات ویرچوال حالا سویچ یا تنظیمات چند تا سویچ مجازی داخلی سویچ تعریف شده داره فقط ببینه، زیاد نمیتونه کار بکنه. اما یه مودم داره مثلا سن ادمین داره که تنظیمات مربوط به سن و بحث استوریج و ادمین اون قسمت فقط. حالا این سن لیبل های دسترسی کنن نبوده تو آی او اس، یعنی این خود این 5 تا رولی که تعریف شده شما مثلا راحت میتونید یه یوزر بسازید مثلا عضو این نتورک اپراتورش کنید، بعد این یوزر مثلا دیگه نمیخواد براش پریویلیج تعیین کنید، این فقط میتونه ماتو ببینه، زیاد نمیتونه کاری انجام، دیلیت نمیتونه بکنه، خیلی کارا رو نمیتونه بکنه. یا یه نفر رو نتورک ادمین کنید، یا 10 نفر رو ادمین کنید، یا مثلا یه نفر رو وی دی سی ادمین کنید. خلاصه میخوام بگم تو بحث رول بیس اکسس کنترولا یا آر بکا به شدت سیسکو اینجا بر خودش خلاقیتی به خرج داده که دیگه موارد دیتیلش اونجا ما کاری نداریم. و در کنار این موارد آخرین مورد هم که رو بزنم میرسه بحث ساپورت یه قابلیت جالبی به اسم وی پی سیه. وی پی سی چیه؟ داستانی که شما میتونید راحت پورت های دو تا پورت مثلا یه سویچ رو وصل کنید، مثلا فرض کن از مسیرهای مختلف، یا مثلا دو تا پورت از دو تا سویچ مختلف رو وصل کنید به یه سرور، بعد رو اون سرور انگار این دو تا پورت وصل شدن به یه سویچ، که دقیقاً میتونیم بگیم تو بحث مجازی سازی یا تو بحث شبکه سنتی که یادتون باشه VSS بود، دو تا سویچ رو میکردن یه سویچ، مثلا عدید سویچ اکسس. خب این با VPC به شدت این کار راحته، یعنی شما هم سمت سویچ ها میتونید این کار انجام بدید، مثلا دو تا سویچ رو با VPC میتونید لوجیکالی مثلا یه سویچ در نظر بگیرید، هم سمت سرورها، یعنی سمت اون سرورها. شما فکر کنید یه سرور دو تا کارت شبکه داره، هر کارت شبکهش به یه پورت
یه سویچ مختلف وصل شده، یعنی اینجور تصور کنید. اما با پی سی دقیقا انگار این اتفاق میفته که یه سویچ، یه دونه مثلا به اصطلاح سرور به یه سویچ با دو تا پورت مختلف وصل شده که بحث ریداندنت داره. خیلی الان این وی پی سی کاربرد داره که تو بحث مجزی سازی باعث میشه که دیگه اون بحث وی اس اس و استک و اینا کلا حذف بشه، یعنی به شدت شبکه‌هاتون رو هم کوچیک می‌کنه و ساده می‌کنه. خب برای قسمت اول که من قصدم بود که بیشتر این اختلاف یا تفاوت بین نسل سیستم عامل سیسکو رو از نسل قدیمشون تا نسل جدید که اینکس او اس رو مطرح بکنم، فکر کنم نیم ساعت شد. اگر این کلیپ براتون جالب بود حالا با استقبال بشه، من قسمت نصب سیستم عامل اینکس او اس و کانفیگ اولیش و این که اصلا چجوری اینو برای یه لابراتوار برای خودتون درست میکنیدم تو آموزش بعدی ارائه میدم. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. روز و شبتون خوش.